خب بیشتر عرض کردم که عیدتان مبارک، اما هم خوش هستم و هم نیست خوش. برای اینکه چرا عید مبارکی را من خود مدت خود تفیق کنم، معذرت میخوام. من میره میفهم شما برای آمدین که شنی در این موزیک خوشی داشته باشید. من ما خب میگو هر که را دردی رسد ناچار گوید وای وای، ما شما درد دارید. ما یکانه وای ما به طرف خدای بزرگ است که از خدا خواستیم ما بتانیم در آینده سال آینده را عید مبارکی خود و میهن و مملکت و خاک و دیر آسمان نیلگون خود انجام بدیم. ما به پالویش اگرچه که خب من یک کسی هنرمند استم، یکی هنرمند میگم، یکی خواننده میگم، یکی سازنده میگم، خب هر کسی که شما به هر نامی که بشناسید درست نیست. خب فکر نکنم که من راجع به سیاست حرف میزنم، نه بابا، اما امروز ما حق داریم به سیاست چیز خود را گم کنیم. مملکت ما را خراب کردن، مملکت ما را خراب کردن، برادرای ما را کشتن، خواهرای ما را کشتن، زندگی ما را از بین بردن، ما را آواره ساختن به تمام جهان. و امروز حق داریم هر فرد افغانستان صدای خود را بکشه، فغان خود را بکنه. اما خب ما به این گوشه تأسف میکنیم که اگر احیانا ما میتونستیم روزی که روس خرس از مملکت خود مثل سگ باید کشیدیم، ما چی میشد اگر شوق و ذوق صدر اعظم شدن یا وزیر صاحب شدن زندگی چند روز که اصلا ارزشش نداره؟ چی میشد اگر امو روز اصلیه خود ماچ میکردیم بر روی زمین میگذاشتیم، فرد پر با هم قول میدادیم، دست میدادیم، پشتون ما، هزاره ما، ازبک ما، تاجک ما، فنشیر ما، همه به هم دست میدادیم، و روز سیوم و چهارم میشه جشن افغانستان میگرفتیم. اگر اون جشن ما میگرفتیم، جشنی بود که تا ابد زنده میبود. اشخاص و مجاهدین محترمی که این شهامت کرده بودن، این شهامت کردن، والله تأسف میکنم که شناختاندن خودک به ما برای خودی کار کردن، نبوده برای مملکت خود، نبوده برای مردمش، نبوده برای خودش. تأسف است. اگر اونا امو روز اول مثل که پیشتر هم براتون عرض کردم اصلی هر به زمین میگذاشتن و جشن میگرفتن آشتی کنان به حلبه، یک افغانستان که هنوز هم هست افغانستان میساختن، چی میشد امروز از این موضوع 5-7-8 سال میگذرن و این 7-8 سال ستاره شرق میشد مملکت، اما متاسفانه کلبه و ایران نساختن مملکت. مردم ما از گشنگی نیمن، مردم ما برگ درخت میخورن، برگ درخت خلاص میشه میبین کنجاره میخورن، کنجاره میخورن. قابل تذکر نیست همه چیز که ما همیتان میفهمید میدانید، اما خود یک درد دیر بکرم، معذرت میخواییم شروع میکنیم. آقای زولان و خانم زولان از هنرمندان معروف افغانستان و از کسان معروف افغانستان در برنامه ما مهمون ما هستن. سلام آقای زولان، به شما سلام میکنم. خانم زولان دست زولان خانواده زولان از افغانستان تا اینجا به کار هنر افغانستان پرداختن. آقای زولان، کشورهای ما در حال خراب شدن هستش، جنگ ممالک ما رو داره ویران میکنه، برجد روس‌ها در اونجا و در کشور ما کسی دیگه و در عراق همینطور و در لبنان در تمام کشورهای خاورمیانه موج نیستی و نابودی ادامه داره. نه. ولی ما هنرمندان این کشورها باید بکوشیم تا مردم کشورمون و هنر کشورمون رو زنده نگه داریم. خوش آمدید، برای اینکه میدونم آمدید ملت افغانستان رو زنده نگه بدارید. تشکر.
تشکر. چه میکنید؟ چه کار میکنید؟ چه میکنید؟ من که همیشه آقای فرخزاد همیشه به فکر میهن و مملکت خود هستم و بودیم و به فکر مردم خود هستم. بله. و از وقتی اون که ما از مملکت خاک خود برآمدیم یعنی آرام نشستیم، نه از لحاظ درآمد مادی. بله. ما وقتی که آمدم به پاکستان اونجا یک کنسرتی ترتیب دادم که به نفع مجاهدین مملکت ما که امروز به کوه ها و دشت ها و دمن ها می جنگن. بله. برای مجاهدین خود. و وقتی که به اینجا آمدم یک کنسرت هم ایران به نفع مجاهدین افغان ها، مجاهدین افغانی، به خود لس آنجلس اینجا ما کنسرت دادم. یک کنسرت به سان فرانسیسکو دادم که او هم به نفع مجاهدین بود که از طرف یک اداره است به نام افعار. بله. تو افغان ها و امریکای ها با هم مشترک. بله. راجع به مجاهدین افغانستان اونا کار کمک میکنه و حال هم هر نوع خدمتی به مملکت به مردم باشه، خودم نه تنها خودم، تماما عائله ما، اولاد ما، همسر ما، همه کس حاضر است. آقای زلال میدونین که من هم جزو اون هنرمندان ایرانی هستم که همیشه در خدمت مردم قدم برداشتم. بلد. و بیشتر کنسرت هام رو به نفع مردم، به نفع بچه ها. در عراق بودم، از اسرا دیدن کردم، حالا برای اسرا میخوام کنسرت بذارم. من فکر میکنم که بهترین کار اینه که نوروز امسال با هم روی صحنه بریم ان شاء الله، به نفع بچهای ایرانی و بچهای افغانی در پاکستان، در عراق و در ترکیه. خیلی خوب، من افتخار خانم زلال خوش آمدین به برنامه ما. شما در کنار شوهر هنرمندتون چند تا بچه هنرمند تربیت کردید؟ من چند تا پسر دارید؟ سه پسر. سه پسر دارید؟ چهار پسر، سه دختر. اون دختراتون هم در بیرون از افغانستان هستن؟ بله. همه بچه ها بیرون؟ همه همون هستن. شما هم آواز میخونید؟ بله. میدونم. بله. از سابق خاطره شیرینی از شما دارم. بله. از ایران. آقای زلال 17 سال پیش یک شب در منزل یک خانومی برای اولین بار ما با هم آشنا شدیم. بله. بله. در ایران. بله. در کوچه باقای الهیه شمرون خانه من اونجا بود. بله. بله. شما اون شب یک شعری از خواهر من فروغ فرخزاد رو خواندید. بله. بله. و با این آلت موسیقی که اسمش در افغانی هارمونیا است. هارمونیا. بله. نواختید و خوندید. میشه این کارو بکنید؟ چرا نه. بله. خب یک کلمه به خاطر مزه. خواهش میکنم. اون شب گریه کردیم. اون شب گریه کردیم. اسم از این شعر دختر و بهار است. دختر و بهار. دختر و بهار. خیلی شعر عالی است. و این را که من دیدم فوق‌العاده خوشم آمد، به خود تهران و این را همونجا ساختم. بله، افغانستان. دختر کنار پنجره تنها نشست و گفت ای دختری بهار حسن میبرم la 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 la.
مادر رو بردی؟ 17 سال پیشم گریه مادر رو بردی؟ چی ساختی؟ برای کیا ساختی آهنگ؟ برای من آهنگ برای خانم گوگوش ساختم که آهنگ من آمدم معروف است بسیار. من آمدم بای بای برای این چجوری بود؟ یه قرآن بزنگم فریاد کند من آمدم که ناز بنیاد کند من آمدم و شما سالهای سال مسئول موسیقی رادیوی افغانستان بودید بله بله وقت برای بسیاری از هنرمندان ایرانی آهنگ ساختید شما بله بله یعنی من یادم وقتی که شما به ایران آمدید بار اول فرید که بعد آهنگساز شد خب بچه بود ولی اون موقع شما آهنگساز معروفی بودید و خانومتون خواننده معروفی بودن دیگه من چون همیشه سفرهای داشتم به ایران و ایران اینجا و همیشه به سالگردهای ولایت ما دعوت شدیم بله اونجا ما هم برای روز استقلال میامدیم به کابل با امی محبت و استقبال گرم مردم ایران بود که مرا وادار ساختن که همیشه از ایشان خبر بگیرم و بعض اوقات البته چون هنرمند با هنرمند میسازه دوستی می اگر دوستی می داشته باشه حتما هنرمندای ایرانی همیشه با ما محبت داشتن بله. و همیشه بعض اوقات از من تقاضای آهنگ میکنن بله. مثلا ما از دادن آهنگای خود دریغ نمیکنیم چی ساختیم؟ برای کیا ساختیم؟ و دیگه آهنگ ساختم برای داریوش کدوم آهنگ رو برای ساختیم؟ داریوش دارم زجان ای مالکا بسیار خوشش آمده کدومه؟ کدوم آهنگ؟ دارم زجان ای مالکا مهری تو کدوم خواننده دیگه آهنگ ساختی؟ دیگه خانم آیده خانم آیده ای دیگه بخود امریکا ای چیز شد پخش شد ضمن آلبوم فرید پسر بله کدوم آهنگ برای آیده ساختی؟ وقتی عاشق شدی راز دل تو گفتن نتا وقتی عاشق شدی راز دل کاری کیست تو برش گفت نتانی چقدر سخت خدا وقتی عاشق شبی راز دل تو گفت نتونی وقتی عاشق شبی راز دل تو گفت نتونی چقدر سخت خدا چقدر سخت خانم رامش برای رامش بله چه آهنگی بازید؟ گریه مکن به نام گریه مکن گریه مکن یادم من شریک غم جانتایی یاد تون آهنگش من کم برم من شریک غم جان تاه تو شریک غم جان که تو هم گریه مکن
همراه هم دل و هم روز تو هم گریه مکن همراه هم دل و هم روز تو هم گریه مکن تاج ماتم به سرم گنج غم دوست بده لاجرم بنده درگاه تو هم گریه مکن لاجرم بنده درگاه تو هم گریه مکن من شریک غم جان کاه تو هم گریه مکن آنگه دیگه ساروان بود که هم به اصطلاح گل کرده بود در ایران ایس شیر سعدی بله ای ساروان آهستران کارام جان نمی رود ای ساروان آهستران کارام جان نمی رود آن دل که با داشتم با دلستان نمی رفت محمل بدار ای ساروان تندی مکن با کاروان خانم فوران که در ایران اصولا کسی بود که آهنگای افغانی رو معروف کرد بله بله. ملا محمد جان رو بله ملا محمد جان دیگه او رو سارا جان خوبتر میخونه بله فکر میکنم خانمتون منظورتون اما ملا محمد جان دیگه که داستان کوچکی داره و اینا بله مخصوصا شای اولیا و اینا من همیشه میشنیدم آقای زنم من همیشه فکر میرم که خانم فرار مثلا دست یک دونه مرد افغانی رو گرفته به اسم ملا محمد جان داره میره به مزار اونم ریش داره و سیبی داره و یک مثلا تنبان سفید اینا آخر یه خورده خنده دار بودارم به یعنی فکر نمیگرم که ملا محمد جان مثلا پاپین داشته باشه از فرخزاد فکر کنم ملا محمد جان ریش داره بله ملا بود دیگه بله. آخه با خانم فرار بعد خانم فرار نمیخورد به قیافه است که با ملا محمد جان بره مزار یه خلاصه بخونین خانم شما بخونین خلاصه Yeah.
پشتو داریم که این آهنگ توسط سه شخص از هنرمندای بسیار محبوب و محترم ما که یکی از او اولمیر استاد اولمیر بود و شاعرش سیلا و آهنگساز و کمپوزیتورش فضلی احمد نینواز. خواننده از این آهنگ امروز وجود ندارد، فوت کرده، خدا بیامرزش و خدا رحمت شد. هنرمندی که فضلی احمد نینواز نام داشت توسط کمونیست های ظالم به قتل رسید، کشتنش نینواز را کشتن، سیلاب را هم کشتن. خب ما به پاس خاطر از اونا به یاد بودیم از اون دو شهید و یک متوفای ما و یه آهنگ میخوانم و البته من قسمی که اونا خودشان خود استاد اولمین میخوان امکان دارم من نتانم بخوانم، اما خب به یاد بود از اون ما همی آهنگ برای شما میخوانم.
چیزی که ما به او ضرورت داریم اتحاد است. ما متحد شویم، خواهران و برادرای ما متحد شویم، همه متحد شویم. با پای ساچگین ممنون بشم، با پای مملکت و خاک و میهن و مردم اتوان نفخاتم. یکی یک دل و یک رنگ الهی ایده خوش و قرآن